خب دو تو می وقت فور وایل هست، چرا از بازگشتی استفاده میکنی؟ الان کدومتون تونستین زیر مجموعه رو بنویسین؟ هیچ، ولی الان ما بازگشتی من براتون مینویسم و میبینید که چقدر راحته و همه تو شهادت میدیم به قضیه که چقدر راحت یا اون یکی رو. خب پس صورت مسئله ما چیه؟ یه عدد میگیریم، تمام زیر مجموعه های اون عدد رو از یک تا اون عدد رو میخوایم چاپ بکنیم. مثلا اینمون هست 3، مجموعه رو چی در نظر میگیریم؟ 1، 2، 3. میخوام تمام زیر مجموعه های ستایی رو چاپ بکنم. اولیش چیه؟ توهیه. بعدیش چیه؟ زیر مجموعه یه دونه ایه، دو، 3. بعدی چیه؟ 1، 2، 1، 3. بعدی 2، 3. 1، 2، 3. چند تا شد؟ 8. میام میگم که def subset، بچه میذارم چی؟ subset. خب مثلا مینویسم پس اینجا میام میگم که if name مساویه. مثلا میخوام بگم آقا سابست 3 رو چاپ. درسته؟ چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ نه دیگه، ببین من میگم وقتی زیر مجموعه میخوام چاپ کنم یه عنصری مثلا 1، 2، 3، مثلا 1 یا 2 یا 3 هر کدوم، یا عضو زیر مجموعه هست یا عضو زیر مجموعه نیست. درست یا نه؟ مثلا 3 را اگه نگاه بکنید، 3 تو نصف اینا عضو زیر مجموعه هست، تو نصفشون عضو زیر مجموعه نیست. درست شد؟ یعنی اون سر یا عضو زیر مجموعه است یا عضو زیر مجموعه اصطلاحا نیستش. پس من وقتی اینجا می‌نویسم سابست مثلا 3، 3 میاد جای چی میشینه؟ سلام علیکم. بذار در باز باشه. به جای n میشینه. خب. چی میگی؟ میگیم یا n عضو زیر مجموعه است یا نیستش. درسته؟ خب. دو تا حالت. اگه عضو زیر مجموعه باشه من خروجی رو خب مثلا میام میگم out. outمون چیه؟ یه رشته توهیه. رشته توهیه رو اینجوری مشخص میکنم. خب اوت هم همراه با این میفرستم. خب چی میگم؟ میام میگم یه بار سابست چی صدا بزن، اوت هم به عنوان خروجی داشت میگرفته. درسته یا نه؟ یه بار برای nmn های 1 و out صدا بزن، دفعه بعد بیا out رو dot update بکن. update توی زیر مجموعه چکار میکرد بچه ها؟ یه عنصر بهش اضافه میکرد. درسته؟ چی اضافه بکن؟ n، یعنی مجموع n رو با
با خود out آپدیتش بکن. بعد که out چیز کرد، بعد دوباره اینو برای element های 1 و out رو صدا بزن. پس یه بار برای چی صدا کردم، یه بار با out اضافه نکردم. سلام. پس یه بار به out اضافه نکردم و element های رو صدا کردم. دفعه بعد چیکار کردم؟ به out اضافه کردم، دوره element های صدا کردم. خب حالا هر وقت شرط توقفش چیه؟ هر وقت این مساوی صفر شد، ببین سابست 3 بودید، سابست 2، سابست 1، سابست 3 2 1 به صفر که میرسه، یعنی دیگه چیزی نداریم که خواهد اضافه کم بشه. میگم بیا چیکار بکن، پرینت بکن چی رو؟ پرینت بکن چی رو؟ out. اینا رو میذارم برای else. out خروجی مونه. الان اجراش میکنم. گند زدیم رفت. این یعنی چی؟ این معنی این چیه؟ اجتماع بود. یه درسته، یا تو مجموعه گفتم معنی این چی هستش؟ اجتماع. اون قبلیه من اجتماع میگرفتم میگرفتم داخل out، بعد out تو بعدی هم انجام شد، یعنی out همون خراب میشد. ولی داخل out چیه؟ فقط تو اون که میخوام خروجی بگم میریزم اونجا. خب الان مثلا میام میگم آقا 3، مثلا میام میگم 4. تام زیر مجموعه 4 رو ببین میده یا نه؟ ببینیم میده. چند تاست؟ 1 2 1 2 3. همه زیر مجموعه رو ببین میده. کی متوجه شد؟ کی متوجه نشد؟ کی متوجه شد بگه؟ هیچی متوجه نشد. یه لحظه نگاه کنید ببینم کی میتونه متوجه بشه. یه بار بنویسینش. ببینید کلا چند خط بیشتر نبود، درسته؟ توضیح میدم ولی میخوام اول یه بار ببینیدش. چرا؟ ببینید من گفتم بیا out 3 رو صدا بزن، چیز سابست رو صدا بزن برای 3. out هم چی بذار؟ یه مجموعه توهی، درسته؟ برای چی داریم صدا میزنیم؟ برای out همون توهیه. مثلا میدم 18، این out توهیه. سابست چند؟ من میدونیسم SS3، میدونیسم SS3، درسته یا نه؟ out اونم توهیه. خب چی رو صدا میزنه؟ الان nمون چنده؟ 3. 3 مساوی 0 هست یا نه؟ چی رو صدا میزنه؟ یه بار سابست 2 و توهی رو صدا میزنه. یعنی یه بار چی رو صدا میزنه؟ این همین توهی میمونه. اسمون چنده؟ S2. دفعه بعد چی رو صدا میزنه؟ S2. ولی auto با چی اجتماع میبنده؟ با n. nمون چند بود این بالا؟ 3 بود. پس این دفعه
این دفعه اوتمون میشه 3 اس چند اس 2. ببینید اوتو با 3 اجتماع بس اسمون هم شد 2. حالا اس 2 رو صدا میزنیم. اس 2 رو صدا بزنه 2 مساوی 0؟ نه، یه بار اس 1 میشه با همون اوتی که داره، یه بار همون اس 1 میشه منتها این دفعه 2 رو بهش میده، چون انمون چنده اینجا؟ انمون اینجا 2. پس یه بار میشه همین توهی میمونه اس 1 اس 1. دفعه بعد چی میشه؟ دفعه بعد 2 رو باهاش اجتماع میبنده. ببینید ام رو اجتماع میبنده و یه لحظه. خب من گفتم این 2ه درسته؟ 2 یه بار توهی میشد اس 1، یه بار خود 2 رو به این مجموعه اضافه میشه، میشه اس چی؟ اس 1. درسته؟ یعنی اگه میخوام شاخهای نرو بکشم اینجوری میشه. خب این چی میشه؟ اینو بگیم. این چی میشه؟ این اس 2 رو داره صدا میزنید. انمون چنده؟ 2ه. اوتمون چیه؟ اوتمون یه دونه 3 داخلش وجود داره. 2 حالت داره، میشه اس 1 با همون اوتی که بوده، اس 1 به اوتش چی رو اضافه میکنه؟ 2 رو اضافه میکنه. درسته؟ پس 2 حالت داره. حالتش چیه؟ حالتش یکی همون 3 سرجش میمونه، میشه اس 1. حالت بعدی چیه؟ به 3 چی رو اضافه میکنه؟ به 3 چی رو اضافه میکنه؟ 2 رو اضافه میکنه، ولی این همون اس 1 چیه؟ هستش. دوباره حالا اس 1 رو دارم فراخوانی میکنم. این 1ه. 1 مساوی 0؟ نه، میشه اس 0 با همون اوت. اس 0 به اوت چی اضافه میکنه؟ 1 رو اضافه میکنه. ببینید میشه این هم میمونه اس 0 اس 0. دفعه بعد چی میشه؟ 1 رو اضافه میکنه به اون اوتمون، میشه اس 0. من شاخهای نرم بکشم قاطی نکنه. درسته؟ خب من برای اینکه بهتر دیده بشه خب حالا اینو بگین، این 2 و اس 1 چی میشه؟ اوتش 2، اس 1 چند حالت به وجود میاد؟ بگین به من. 2 تا حالت میشه. یه حالتش اینه که این اوت سرجش میمونه، میشه اس 0. درسته؟ حالت بعدی چیه؟ این 2، با چی اجتماع میشه؟ 2 با 1 اجتماع میشه، چون این 1 دیگه، درسته؟ انش 1. اس 0. خب حالا این یکی، این چی میشه؟ این 3 و اس 1 چی میشه؟ بگین. این بالاییه 3 و 1 اس 0 اس 0. اون یکی چی میشه؟ ببخشید 3 و اولی 3 و توهی بود، اس توهی میرفته، درسته؟ بعدی چی؟ همون چی که شما گفتین 3 و 1. نه ببینید ما کاری با 2 نداریم. ببینید این 3 یه بار با 1 اجتماع میشه، میشه 3 و 1. یه بار این 1 یه بار این 3 باش اجتماع نمیشه، همون 3 میمونه. درسته؟ خب حالا این 1 این الان اوتمون چیه؟ 3 و 2. این هم اس 1. چند حالت وجود داره؟ بگین. یه بار 3 و 2 با هیچی اجتماع نمیشه، همون سرجش میمونه، میشه اس 0.
یه بار چی میشه؟ یه بار سه و الان متوجه شدین یا نه؟ اس صفر درسته؟ سلام علیکم. خب حالا وقتی n صفر میشه، حالا وقتی n صفر میشه چی رو برامون چاپ میکنم؟ اگر n صفر باشه out رو. اینجا out چیه بگی؟ توهیه. اینجا out چیه؟ یک. توی این یکی out چیه؟ چیه اینجا؟ دو. خب تو اینجا out چیه؟ دو یک. اینجا out چیه؟ اینجا out چیه؟ اینجا out چیه؟ سه و دو. اینجا out چیه؟ سه و دو یک. درست شد؟ همه رو چاپ کرد یا نه؟ دسترسی به چی؟ پرینت اینجاست. هر وقت اینم صفر شد، اینجا که وقتی میاد صدا میزنه اس صفر رو، اوتش چیه؟ یکه. یک رو پرینت. اینجا وقتی اس صفر شد اوتش چیه؟ دو. حالا میخوام شمارش هم چاپ بکنه، یعنی بگیم مثلا یکم، دوم، سوم. من میام میگم آقا کاونت چنده؟ میام میگم کاونت مساویه، یه لیست تعریف میکنم، مقدارش اولیه بهش میگم صفر، یه لیست میذارم اینجا. اینجا چی رو بهش میگم؟ کاونت رو میفرستم داخله. خب هر وقت خواستم چاپ بکنم میگم کاونت خونه صفرمو چیکار بکن. خب اینجا حالا چی رو چاپ میکنم قبلش؟ اینجا میام میگم که کاونت صفرم یا دو نقطه هم میذارم این برام برش. اوکی. خب حالا ببینی اینجا باید کاونت هم باید کاونت رو کجا ورودی بهش میدی؟ اینجا. دیدین هشت زیر مجموعش. چرا لیست بهش دادم؟ چون لیست اگه داخلش تغییر بکنه تغییراتش حفظ میشه، ولی اگه لیستش نمی کردم تغییراتش حفظ نمیشه. حالا بار اجرا میکنم، مثلا میگم آقا پنجتا پنجتا میشه چقدر؟ حالا یه ده بدم چی میشه؟ 1024 تا میشه. تمام زیر مجموعه ده تایی رو برای چاپ کنم. چند تا حالت؟ 1024 تا حالت. اگه بالای 1024 شد یعنی غلط. چرا؟ چون دو به تمام ده میشه چند؟ بذارش. حالا اون که شما 100 بدی میشه دو به توان 100. دو به توان 100 عدد خیلی بزرگیه، یعنی عملا امکان پذیر نیست.